با هر سوال ذهن سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنی است نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. عرض سلام خدمت یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. عصرتون، بعد از ظهرتون، شبتون و یا اگر در جایی از این دنیا هستید که هنوز هوا روشن هست و صبح هست، صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو دادید به ما و بیننده برنامه علامت سوال هستید. و عزیزان خوشحال هستیم که قرار هست در 90 دقیقه آینده با پخش زنده علامت سوال با شما باشیم از شبکه 7 پارس. همونطور که میدونید برنامه به صورت زنده بر روی کانال 7 پارس ماهواره 100 همین الان در حال پخش هست و اگر دسترسی نداشته باشید به ماهواره، میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده بر روی فیسبوک علامت سوال، اینستاگرام علامت سوال، اینستاگرام 7 پارس و همچنین فیسبوک 7 پارس تماشا کنید. عزیزان راه‌های مختلفی هم داریم، اگر شما سوالی دارید، نظری دارید، شهادتی دارید و یا حتی اگر درخواست دعا دارید برای ما بفرستید. همونطور که میدونید میتونید به ما زنگ بزنید، به استودیو وصل بشین، شماره مخصوصی داریم برای این قضیه که در نیم ساعت در واقع دوم برنامه تلفن وصل میشه و میتونید زنگ بزنید. شماره تلفن رو میتونید بر روی گیرنده ببینید، اما من هم یک بار برای شما دوستان میخونم. شماره تلفن 2044-207-806-98-32 که همونطور که خدمتون گفتم مخصوص در واقع تماس مستقیم هست و ما هم خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. اما اگر ترجیح میدید که به صورت نوشتاری پیغام هاتون رو برای ما بفرستید، میتونید از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام و همچنین از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام با ما در تماس باشید با شماره تلفن 2035-799-9937-772. از طریق تلفن هوشمند اگر داشته باشید، همون اپلیکیشن هایی که خدمتتون گفتم، میتونید برای ما پیغام های نوشتاری و صوتیتون رو بفرستین. بهترین راه هست برای عزیزانی که درخواست دعا دارن، میتونید درخواست های دعاتون رو بفرستید. همونطور که میدونید در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو در طول برنامه فرستادن در دعا خواهیم. پس تمامی راه ها باز هست برای اینکه شما بتونید با ما در تماس باشید و ما هم از شما بشنویم. و همونطور که میدونید برنامه علامت سوال هست، برنامه است که در واقع قرار هست که عقاید همدیگر رو بشنویم و اگر سوالی ذهن شما رو درگیر کرده بپرسید تا کارشناس عزیز برنامه‌مون هم جوابگو باشن. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، بریم با همدیگه یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو ببینیم. برمیگردیم با مهمان عزیزمون، با ما باشید.
یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو دیدیم، البته که در طول برنامه باز هم بر روی گیرندتون خواهید دید، اما همونطور که خدمتون گفتم مهمان بسیار عزیزی داریم امشب در استودیو، البته از طریق اسکایپ مهمان ما هستن، خواهر لوئیز مخوف عزیز. خیلی خیلی خوش آمد بهتون میگم خواهر لوئیز جان، خیلی خوشحال هستم که میبینمتون. مرسی سلی جان، من هم خدمت شما همینطور خدمت بینندگان عزیز سلام گرم دارم. حقیقتا دعای سلامتی ما با شما عزیزان هست، تک تک شما خیلی بر ما عزیزید و حقیقتا دعا میکنیم که سلامتی خدا ماها رو، شما رو، تو استودیو، بینندگان عزیز رو زیر پوشش بگیره. یک واقعیت رو میخوام دوباره تکرار بکنم، همیشه میگم که عزیزان این رو بدونید، این حقیقت رو بپوشید، تو فکرتون بذارید که خدا دوستتون داره و تک تکتون خیلی براش عزیز هستید، از چشماش مخفی نیستید، حقیقتشو بخواید. آمین. امروز تو وقتی که بیدار شدم این مسئله تو فکرم بود که ما از چشمان خدا مخفی نیستیم، خواستم آمین. بینندگانی بدونم چقدر مهمه این قضیه رو آدم بدونه و باور کنه، چون اون موقع خیلی از دلتنگیهات و ناامیدیهات واقعا از بین میره وقتی میدونی که خدایی هست که همه جوره حواسش هست به تو و تو رو فراموش نکرد و همه چیز رو میبینه. آمین. خیلی ممنون، مرسی خالوز جان، همون اول به ما برکت رو دادید. اما بریم سراغ بحث امشبمون. امشب هم موضوعی رو که انتخاب کردین در این رابطه قرار هست صحبت بشه که بی ایمانی و یا اعتقاد نداشتن چه عواقبی رو میتونه به همراه داشته باشه. اتفاقا میخوام شما عزیزان رو هم تشویق کنم در رابطه با این موضوع اگر نظری دارید و یا سوالی دارید حتما برای ما بفرستید، اگرچه که در نیم ساعت اول برنامه نمیتونیم که سوالات رو بخونیم، اما بعد از نیم ساعت حتما به سوالات شما عزیزان و صحبتهاتون هم خواهیم رسید. خب خواهر لوئیز جان، در رابطه با ایمان صحبت شد، ایمان مسئله یه که همیشه راجع بهش بحث کردیم، صحبت کردیم، ولی فکر میکنم که باز هم بر اساس صحبتهایی که قرار هست بکنیم بد نیست که یک مقدمه داشته باشیم که بدونیم مثلا ایمان چی هست، که حالا بی ایمانی چی هست، که بعد بخوایم به عواقبش هم برسیم. حقیقتش اینه که اگر این واقعیت رو بدونیم در حین اینکه ادعا میکنیم ایمان داریم، اگه بدونیم در خیلی از جهات در زندگی ما داریم از روی بی ایمانی عمل میکنیم، باور کنید مخمون سوت میکشه. اگه بخوام این واقعیت رو بگم، واقعیت اینه که اگه بخوایم یه زندگی موفق و پیروز در خداوند داشته باشیم، باید بی ایمانی رو از مسیر زندگیمون دور بکنیم و جای پا بهش ندیم، حتی در زمانی که اسم میکنیم در ایمان هستیم. چون که بی ایمانی مثل سنگ سر را عمل میکنه، یه مانعی هست برای عبور، مانع عبوره برای پیروزی. در واقع ببینید وقتی میگیم بی ایمانی یعنی این که یه چیزی وجود نداره و اون مسئله ایمان هستش. دست. ما بر اساس تعریفی که از ایمان داریم میبینیم که اونطوری که رساله عبرانیان در مورد به اصطلاح ایمان صحبت میکنه، نویسنده عبرانیان که به احتمال زیاد میگن احتمالاً پولس هستش ولی در هر حال کاری نداریم، آنچه رو که از ایمان تعریف میکنه سه تا عامل رو درش گذاشته. میگه که ایمان یه یقینه، یه الزام شخصیه که اعتماد درش هست، خب، و اعتماد به چیزایی که نادیده هست. پس یقین و اعتماد و نادیده بودنش، اینا عواملی هستن که در ایمان بسیار موثرن. امروز من و شما بینندگان عزیز، هر کدومون که ادعا داریم خودمون رو ایماندار میبینیم یا مؤمن میشناسیم، به چیزی ایمان داریم، به کسی ایمان داریم. وقتی که عکس این باشه، نقطه مقابل این باشه، میشه بی ایمانی. یعنی این که اعتماد نیست، درش یقین نیست و دیدنیه. خب اون سه تا عاملی که در ایمان باید باشه. و کلام خدا میگه که ایماندار رو، کسی رو که ایمان داره،
براش همه چیز ممکن هست، میسر هست. و کلام خدا باز میگه این رو که به ایمان ما رضامندی خدا رو حاصل میکنیم. پس ایمان چیزیه که در واقع ما رو نزدیک به خدا میکنه، بی ایمانی ما رو دور میکنه از خدا. ما در متی باب 17 آیات 20 به بعد ما یک واقعه ای رو میخونیم اونجا که یه پدریه پسرش رو میاره پیش شاگردان عیسی و اونها نتونستن بچهش رو شفا بدن، بلکه بعدا این میبینیم که این آقا پسر خودش رو میاره پیش عیسی و عیسی پسرش رو شفا میده. بعد شاگردان دلیل این امر رو میپرسن، میگن پس چرا ما نتونستیم؟ جوابی که عیسی به اینا داد جالبه. ببینید شاگردانن، اینا کسایی هستن که در مکتب بالاترین بزرگترین معلم دنیا دارن درس میگیرن. پس این که بگیم بی ایمانن، به ظاهر شاید این قابل باور نباشه. اینها کاملا در حیطه ایمان دارن میبینن، میشنون، زندگی میکنن. 3 سال اینها با عیسی که منبع ایمانه، سرچشمه ایمان هست، معلم اینهاست، اینها مستقیم سر و کار دارن. و جوابی که عیسی میده خیلی سخت به نظر میاد و تعجب آور. به اصطلاح میگه که به سبب بی ایمانی شما، به خاطر بی ایمانی شما. پس میتونیم بگیم بی ایمانی باعث بسیاری از شکستامون در زندگی میشه. ما یه مورد دیگه داریم در انجیل متی، تو باب 13 هستش. اینم خیلی جالب، آیات 54 تا 58 ما در مورد عیسی، در مورد عیسی می نویسه در شهر ناصره، در محل زادگاهش، در ناصره به اصطلاح، و در منطقه جلیل اون قسمت میگه که عیسی در شهر خودش ناصره نتونست معجزات زیادی انجام بده به خاطر بی ایمانیشون. پس میبینید که بی ایمانی چقدر دایرش وسیعه که به خاطر بی ایمانی شهر میزان معجزاتی که اونجا از طریق عیسی صورت گرفت کمتر از جاهای دیگه بوده. خب ما گفتیم که در ایمان 3 عامله، یقین و اعتماد و نادیده بودنش هست، اون انتظاری که برای وقوع به وقوع وصلش هست. بی ایمانی درست نقطه مقابل اونه، یعنی نبود ایمان، نبود اعتقاد، عدم ایمان، در واقع همونطور که گفتم نقطه مقابل ایمان. ایمان چیه؟ ایمان یک باوره، ایمان باور و یقینه. خب ما هر چی رو که به عنوان باور و یقین میشناسیم در مورد بی ایمانی درست باید به نقطه مقابل اون در واقع فکر بکنیم. خب ممکنه بعضی از افراد بپرسن بگن که پس شک چی؟ آیا مثلا شک و بی ایمانی این دوتا با همن؟ مثل همن؟ چون گاهی وقتا شک میاد. آیا شک بی ایمانیه؟ در واقع میخوام بگم که این دوتا در حین این که شبیه همن، ولی با همدیگه فرق دارن. بی ایمانی و شک ما نمیتونیم اینها رو دقیقا بگیم یکی هستن. شک ایمان رو زیر سوال میبره، ولی بی ایمانی ایمان رو رد میکنه. بین این دوتا خیلی فرقه. بی ایمانی یه کوری روحانیه و با خدا مقاومت میکنه، در حالی که شک شاید تا این حد قوی نباشه. در واقع همونطور که گفتم ایماندار میتونه با شک در هر مقطع از زندگیش روبرو بشه. بی ایمانی یک وضعیته، وضعیت شخص بی ایمان رو در واقع توصیف میکنه. شخصه که بی ایمانه، به چیز نمیتونیم بگیم، به حیوان نمیتونیم بگیم، این خاص انسانه. همطور که گفتم شک بی ایمانی نیست، اما شک میتونه به بی ایمانی تبدیل بشه. این قوه رو در خودش داره اگر میزان طولانی
ما در شک ساکن بشیم و اجازه بدیم شک مغز ما رو، اون روح و روان ما رو بخورونه. شک در ایمان به شکل طبیعی تا حدی وجود داره و بعضی از به اصطلاح مفسرین میگن قسمتی از ایمانه. خب حالا اشکالی نداره، برای اینکه در شروع با علامت سوال میاد جلو شک. در واقع صحت و سقم یا غلط بودن یک مطلبی رو در واقع یا توضیح یا قبول میکنه یا رد میکنه. ایمان و بی ایمانی هر دو یک انتخاب هستن، یک تصمیم هستن. برای ایمان ما یه میزان معینی درک و فهم احتیاج داریم، ولی تو بی ایمانی هیچ تلاش و هیچ قدمی برای درک و فهم نیست. در واقع بی ایمانی یه باوریه که در مورد چیزی یا یه شرایطی ما باور میکنیم که خلاف اون چیزی است که خدا گفته باشه. ما میتونیم باور داشته باشیم خیلی از به اصطلاح حقایق کلام خدا رو، ولی وقتی که به عمل کردن، به کار بردن اون در زندگی برسیم، شاید اون چیزی رو که اینجا باور داریم اون رو دقیقا در زندگی به عمل نیاریم. درسته. خاله لویز، اینجا شاید سوالی پیش بیاد، این که اون ایمانی که به هر حال الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، آیا فقط باید در ارتباط با حالا خدا یا در ارتباط با مسیح باشه یا هر نوع ایمان؟ چون ما میدونیم که ایمانهای مختلفی هست تو دور و بر ما. طرف ممکنه حتی به یک سنگ هم ایمان داشته باشه، باور داشته باشه و بگه خب همین برای من کافی هست، پس من این ایمان رو دارم، برای من کافیه، بهتر از ایمان نداشتنه. و یا اینکه از طرف دیگه، حالا البته شاید اون سوالو بعد بپرسم بهتر هست، که در رابطه با افرادی که البته تو تبلیغ برنامه هم من راجع بهش صحبت کردم، افرادی هستن که بی ایمانی رو یک نوع شاید بگم اوپن مایندی یا یک نوع یک پرستیژ برای خودشون میدونن. حالا شاید بهتر باشه اول سوال اول رو راجع بهش صحبت کنیم که این ایمان، آیا به هر چیزی ما میتونیم ایمان داشته باشیم یا اینکه نه، ایمان فقط در ارتباط با خدا و اعتقاداتی که در واقع اعتماد به خدا هست که داریم راجع بهش صحبت میکنیم؟ بله، خب ببینید، وقتی صحبت از ایمان و بی ایمانی میکنیم، این در وهله اول در رابطه با باورهای ما هست. ما چه چیزهایی رو باور میکنیم؟ میتونیم دروغی رو باور بکنیم و فکر بکنیم که ما در ایمان داریم. در واقع اگر ایمان رو باور ببینیم فقط، بله میتونیم به خیلی چیزا ایمان داشته باشیم، ولی آنچه که ما در کلام خدا تعریفی رو که از ایمان داریم میبینیم، ایمانی هست که به خدا هستش، یه چیزی هست که دقیقاً، یعنی بی ایمانی خلاف آن چیزی هست که خدا گفته، چون در ایمان هست که ما میتونیم رضامندی خدا رو حاصل بکنیم. آره، باور، من میتونم بگم که باورهایی هست که به شکل ایمان شخص بپذیره. برگردیم بگیم که آره، مثلا به قول شما یه سنگ یا چیز، ولی آیا اون سنگ یا چیز رو من میتونم اون باور رو در زندگی روزانم به کار بگیرم؟ پس ما میتونیم باورهای غلط هم داشته باشیم. این رو میتونیم در حیطه این که یه چیزی رو باور داریم بگیم در دروغ داریم زندگی میکنیم. این قوه رو در خودش داره. ببینید، من همونطور که اول برنامه گفتم، خیلی مواقع هست که در حین این که ایمان داریم، وقتی روی واکنش‌های ما، روی عکس‌العمل‌های ما یا حتی نحوه تجزیه تحلیل کردن بعضی چیزا دقت بکنیم، نگاه میکنیم ببینیم ما داریم از رو بی ایمانی عمل میکنیم. مثلا حالا مثال ساده بیارم، مثلا ما باور داریم که عیسی از مردگان قیام کرد. خب میتونیم باور داشته باشیم که خداست، میتونیم باور داشته باشیم دوباره میاد، مثل خیلی باورهای دیگه. بیاریم این باور رو بذاریم کنار
باوری مثل سنگ، اگه من به این سنگ سجده کنم، اگر به این سنگ بگم تو خدای منی، کاری که قوم در عهد عتیق انجام دادن، ما فرق این دوتا رو کنار هم بذاریم، کدوم یکی منو به خدا نزدیکتر کرده؟ خب و در مورد عکس العمل ها، وقتی که من یه باور غلط دارم، عکس العمل های من بر اساس باورهای غلطم میره جلو و از سرم به سنگ میخوره، چون در نهایت اون باور غلط هی تکرار میشه ولی نتیجه نمیده. خب ببینید، در خیلی از چیزها اگه ما باور بکنیم یه چیزی رو اما اونو انجام ندیم و اونو زندگی نکنیم، ما در بی ایمانی داریم عمل میکنیم. درست. یعنی اون چیزی که باور میکنیم در واقعیت بهش زندگی نمیکنیم. بذارید من یه آیه، قبل از اینکه طولانی تر بشه این حرف، من یه آیه ای رو از عبرانیان برای شما بگم. تو باب 3 عبرانیان آیه 12 اینو میگه، میگه ای برادران، اولا اینو داره به ایمانداران میگه، رساله عبرانیان به ایمانداران نوشته شده و اونجا میگه ای برادران با حذر باشید که در یکی از شما دل شریر و بی ایمان نباشد که از خدای حی مرتد شوید. پس این امکان هست که ما در حین این که در جمع ایمانداران هستیم، در حین این که ممکنه یه باور درست داشته باشیم ولی این رو عمل نکنیم، این احتمال هست که ما در بی ایمانی داریم عمل میکنیم و خدای زنده دور بشیم. درسته. چون که گفتیم که ایمان بر مبنای اعتماد و یقینه، بر کسی که داره اونو ادعا میکنه عمل میکنه. حقیقتش اینه که حقیقت از چه منبعی صادر میشه، این خیلی مهمه. خیلی مهمه. همینطور. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. فهم کنم که یه استراحت داشته باشیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. باب خوش آمدید دوباره خدمت شما عزیزان. اگر تازه به برنامه ما پیوستید، داریم در رابطه با بی ایمانی و عواقب اون صحبت میکنیم. مهمان عزیز برنامه‌مون هم خواهر لویز هستن. شما هم اگر در این مورد نظری دارید، صحبتی دارید، سوالی دارید، حتما به ما بفرستید. در چند دقیقه آینده سوالات شما عزیزان رو هم میتونیم بخونیم و یا نظراتتون رو. خب خواهر لویز جان، صحبت کردیم در ارتباط با ایمان به چه معناست و به چه صورت باید باشه و بی ایمانی به چه صورت هست و فرقش با شک چی هست، و این مورد خیلی مهم بود که مخصوصا بهش اشاره کردید، این که شک به تنهایی بی ایمانی نیست اما میتونه به بی ایمانی کشیده بشه اگر شاید در واقع تغذیه بشه اون شک و حل نشه، به قول معروف نتونیم حل و فصلش کنیم. چون شک فکر میکنم واقعا در زندگی هر ایمانداری به هر حال ممکن اتفاق بیفته، ولی باید به هر حال بهش رسید، نه اینکه بخوایم ادامه بدیم و به بی ایمانی کشیده بشه. خواهر لویز، حالا نمیدونم که آیا به اونجا رسیدیم که بخوام در رابطه با عواقبش صحبت کنیم، سوالم رو من میخوام دوباره تکرار بکنم. افرادی هستن، به هر حال مخصوصا در دنیایی هستیم که همه از، نه که همه، خیلی ها از خدا، دین، ایمان، مذهب، اعتقاد، همه چیز زده شدن و حالا شاید فقط بعضی ها نظرشون این هست که انسان و انسانیت مهمه. این ایمان نداشتن واقعا چه عواقبی رو میتونه به همراه داشته باشه؟ ده. البته اگر به جایی رسیدیم که میخواین الان به اینجا اشاره کنین، اگر فکر میکنین موضوع دیگه هست قبل از اون، در خدمتون هستیم.
نه درست میریم سر اصل مطلب. در واقع داشتیم میگفتیم که این مهمه که این حقیقت از چه منبعی صادر میشه، چون حقیقتا باورهای ما باعث میشه که در گفتار و در عمل این مسئله اثر بذاره. بی ایمانی همطور که من در مورد متی باب 13 در مورد شهر ناصره صحبت کردیم، ما گفتیم که به خاطر بی ایمانیشون معجزات بسیار صورت نگرفت و شاگردان هم در متی 17 نتونستن، در حالی که اگر در لوقا ما فکر کنم باب 9 یک اقتداری عیسی به شاگردان داد اونجا به اینا گفت برید که مریضا رو شفا بدید و اینجا ما میبینیم که اینها نتونستن این اقتدار رو انجام بدن. پس بی ایمانی سری عواقب داره. ما در رساله یعقوب باب 1 هست که آیات 6 و 8 اینطور میگه در مورد سوال کردن، در مورد حکمت این رو میگه، میگه که لکن به ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا که هر کس شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم میشود، زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. اینو در رابطه با ایمانی داره میگه، راجب شک داره میگه. این چیزی بود که مردم زمان عیسی در واقع در زادگاه عیسی این رو تجربه کردن. ببینید در واقع اینها بدون این که متوجه باشن چیزهایی رو از دست دادن، یه چیزهایی رو تجربه نکردن. بی ایمانیشون اولا باعث شد اینها با عیسی رابطه ایجاد نکردن، حقیقت کلام خدا رو درک نکردن، این دومین چیز بود. قدرت خدا رو تو زندگی خودشون تجربه نکردن، این سومین چیز. از اون مسائل و مشکلات انسانی، از اون درون، اسارت‌های درون آزاد نشدن. این شاید چهارمین چیزی بود که از دست دادن. ببینید نداشتن ایمان در زندگی عواقب خیلی زیادی داره. من میشمرم براتون. یکیش این که منجر میشه به خیلی از اختشاشات فکری. ایمان یک الزامه، یک یقینه و باعث میشه تصمیمات و انتخابات زندگی بر اساس اون به عنوان استاندارد مرجع تصمیم گرفته بشه. وقتی که اون اونجا موجود نیست، ایمان موجود نیست، اختشاشات فکری هست در انتخابات زندگی، در تصمیمها، در روابط نابسامانی میاره و نجات خدا رو همونطور که گفتم تجربه نخواهیم کرد، چون به ایمان هست که ما نجات، در واقع کلام خدا میگه به فیض نجات پیدا میکنیم، ولی در فیضه که ما در واقع ایمان میاریم. بی ایمانی باعث میشه ما از رابطه دو طرفه با خدا محروم بشیم، باعث میشه که ما وعده های خدا رو تو زندگیمون تجربه نکنیم. واقعیت اینه که یه دل بی ایمان دل خدا رو محزون میکنه، غمگین میکنه. ما در مرقس باب 9 در مورد شفای یه پسر دیوزده ما اینو میبینیم که در متی باب 17 هم این رو نوشته. این مکالمه رو ما بین پدر و پسر میبینیم، پدر این پسر و عیسی میبینیم. تو آیه 23 اینجوری میگه، عیسی به پدر این بچه میگه که اگه میتونی ایمان بیاری ایمان بیار، مؤمن را همه چیز ممکن است. تو آیه 24 دقیقاً اینو میگه، میگه پدرت فریاد برآورد، فریاد زد، گفت ایمان میارم ای خداوند، بی ایمانی مرا امداد کن، کمک کن. ما هم امروز ممکنه مثل این پدر خودمون رو در یه همچین شرایطی ببینیم، در بی ایمانی ببینیم. واقعیت اینه که این علفهای هرز بی ایمانی و شک طولانی، تردید، اینها رو ما باید ریشه کن بکنیم. شاید الان این سوال برای شما یا برای بینندگان عزیز پیش بیاد، خب ما چطوری از این تله آزاد بشیم، چطوری بتونیم از بی ایمانی بیرون بیاییم؟ خب لازمش اینه که اولا اراده خدا رو بشناسیم. چطوری؟ باز این سواله. چطوری ما اراده خدا رو بشناسیم؟ واقعیت اینه که میگه با مطالعه هر روز کلام خدا. ما در رومیان باب 10 آیه 17 چی میگه؟ میگه که ایمان از شنیدن حاصل میشه و شنیدن از کلام خدا. ما وقتی هر روز کلام خدا رو میخونیم در ما ایمان تولید میشه، در ما ایمان به تکثیر، یعنی روز به روز، ما از امروز به فردا از ایمان به ایمان منتقل میشیم. ما بی اطلاعی ما، ندانستن ما یه زمینه خوبیه برای شریر، چون که اون میدونه اگه من و شما رو از دانستن، از دانش، از اطلاعات مانع بشه، کنترل من و شما رو داره.
پس عدم اطلاع، عدم دانش بی ایمانی رو باعث میشه و دشمن دقیقا برای سوء استفاده حقیقتش اینه که همیشه حاضر آماده هست. ما اگه اینو بدونیم میتونیم مانعش بشیم. ما چطور این رو میدونیم؟ با خوندن کلامش، اراده خدا رو میفهمیم. ما مهم نیست که چقدر از طول ایمان ما میگذره، خطر بی ایمانی در هر برهه از زندگی وجود داره و این در شاگردان دیدیم اتفاق افتاد، در پدر اون بچه اتفاق افتاد. شاگردان چی پرسیدن؟ پرسیدن چرا ما نتونستیم؟ اینا مطمئن بودن که میتونن. گفت چرا ما نتونستیم؟ چی برگشت؟ گفت به سبب بی‌ایمانی شما. بعد اضافه کرد گفت این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیره. خالوی به بخش میون صحبتتون الان واقعا شاید این سوال پیش بیاد، چطور شاگردان واقعا ایمان نداشتن؟ به چه چیزی ایمان نداشتن؟ چون شاگردان با مسیح فقط شاگردش نبودن، میخوردن، راه میرفتن، حتی در کنار هم میخوابیدن، تمام زندگی مسیح و اون رو میشناختن و به خاطر همین دنبال روی اون بودن. به چه چیزی ایمان نداشتن که این اتفاق نیفتاد؟ شاید بگیم به اقتداری که همونطور که گفتم در لوقا 9:1 به اینا چی گفت؟ گفت پس 12 شاگرد خود را طلبیده به ایشان قوت و قدرت برای شفا دادن امراض عطا کرد. اینها این اقتدار، این قوت و قدرت خودشون رو باور نکردن، این اقتدار رو چیز نگرفتن. ببینید برگردیم به همون جوابی که عیسی به اینا داد، گفت این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیره. ببینید این حرف واقعا دو تا جنبه داره. یکی این که برای مقابله با شریر ما باید از قبل خودمون آماده کنیم. این دعا و روزه درست همون لحظه که اتفاق نیفتاد، وقتی عیسی این بچه رو شفا داد، خودش که اون لحظه تو دعا و روزه نبود. عیسی میگه طبق عادت خودش شبا میرفت به خلوت، میرفت روی کوه، میرفت در دعا. خیلی وقتا شب تا صبح رو به دعا میگذرون. پس آمادگی لازمه برای مقابله با شریر از طریق دعا و روزه که لازم شد بعضی وقتا ما دعا و روزه داشته باشیم. دوم این که ما بر بی ایمانی خودمون با دعا و روزه پیروز میشیم. باز اینم برمیگرده به قبل از اینکه با واقعیت اون واقعه همونجا ما مستقیم روبرو بشیم. برای اینکه اونجا بتونیم اقتدار داشته باشیم، زمانی که بچه مریض رو میارن برای ما، پشت اون ماندن در روی زانوان، گذراندن وقت در حضور خدا است که اون اقتدار رو، قوت و قدرتی رو که به ما داده، این رو باور کنیم و این رو به کار بیاریم. اینجا شاگردان روی خط ظریف ایمان و بی ایمانی به قول معروف را می رفتن و اون چیزیه که من و شما باید مواظب باشیم. اگه برای شاگردان اتفاق افتاد و این رو در مورد عبرانیان داره گوش زد میکنه نویسنده عبرانیان، هر لحظه ممکنه برای من و شما هم این اتفاق بیفته. اون چیزی که در مورد این پسر دیو زده و شفای اینا ببینه شاگردان اتفاق افتاد، اینا فراموش کردن که عیسی به اینها چه اقتداری داد. فراموش کردن. این شک و تردیدها، ناباوری‌های ما رو ما باید با حقایق کلام خدا ما روبرو بکنیم. به خدا در دعا، همطور که گفتم پشت چیز، نه در صحنه، پشت، ما به خدا در دعا بگیم، بهش از طریق یعنی از کمک روح القدس استفاده بکنیم، کمک بگیریم. بر بی ایمانی ما با اقتدار مقابله بکنیم، با اقتدار به ترس، در واقع ترس رو دور بندازیم، چون خود ترس اصلا بیشترش در بی ایمانی هست. اگه ما با ترسامون مقابله نکنیم، این ترسا بر ما مسلط میشه و شکی که در واقع ساکن میشه تو فکر ما میکاره. این نگرانی، تشویش خودش نوعی بی ایمانیه، باعث شک میشه در محبت خدا. ببینید همه شک ها گفتم اون شکی که در واقع طولانی میمونه، نگرانی، تردید، تشویش، اینا همه ریشه تو ترس داره. ترس مانع دریافت وعده های خدا میشه. در واقع ما این رو شاهد هستیم که قوم اسرائیل وقتی که در مصر، از مصر میام بیرون در بیابان، اینها شاهد بی ایمانی اینا هستیم و میبینیم که این بی ایمانیشون چه بلاها به سر خودشون میاره. همون بی ایمانی و غرغر و شک و ترس و تردید و همه اینا چی میشه؟ هیچ کدوم اون نسل وارد سرزمین وعده نمیشن. اما محبت خدا یه نیروی عظیمی هست. وقتی که بر بی ایمانی خودمون با محبت خدا میتونیم غلبه پیدا کنیم،
ما حقیقتا میتونیم بر بی ایمانی پیروز بشیم، مرتب این رو سرشو به قول معروف پایین نگه داریم. اگر در هر مقطع از زندگی خودمون ما به بی ایمانی متوجه شدیم در بی ایمانی داریم عمل میکنیم، توبه بکنیم، اعتراف کنیم، ایمان بیاریم، عهد خودمون رو دوباره با خدا تمدید کنیم. و یک کلمه جالبی، این ایمان خودمون رو هر روز روغنکاری کنیم، مثل این چیزایی که فلز یا یه چرم، اینها مرتب احتیاج به روغنکاری دارن، مرتب ایمان خودمون رو تجزیه تحلیل کنیم و این رو کنکاش کنیم، دقت کنیم ببینیم کجا رو داریم از رو بی ایمانی. و آخر این که سپر ایمان ما همیشه بالا باشه، اینو بالا نگه داریم، سپر ایمان، سپر تمام جلو، قسمت بالاتنه که قسمت مغز و قلب و اینا هست، این رو در واقع زیر پوشش میگیره. پس سپر ایمان ما رو به عنوان یکی از قوی ترین اسلحه ها در واقع برای مقابله با بی ایمانی همیشه بالا نگه داریم. حالی خیلی ممنون، مرسی خواهر لوز جان. من داشتم به این فکر میکردم که چقدر این کلمه ایمان مظلوم واقع شده، یه جورایی انقدر استفاده شده در جاهایی که واقعا جاش نبوده و انقدر راحت اسم ایمان و ایماندار بودن رو برای خودمون، حالا من اصلا شما رو نمیگم چون شما که شخصا همیشه من گفتم برای من شخصا نمونه ایمان بودید، ولی من اصلا خودم رو میگم، هیچ کس رو هم نه قضاوت میکنم نه چیزی، ولی وقتی که حرف زده میشه از ایمان و ایماندار بودن، انقدر این مسئله رو ما ساده گرفتیم، در صورتی که وقتی که بخوایم به واقعا اون کلمه فکر کنیم و بدونیم واقعا این معنا چی هست در زندگی ما، میبینیم نه، من به شخصه دارم در یک بی ایمانی مطلق مثلا دارم زندگی میکنم، ولی اسم یک ایماندار رو هم دارم با خودم یدک میکنم، در صورتی که واقعا این فقط یه اسمه روی من الان، یا یک صفتی من گذاشتم روی خودم دارم میگم، ولی اگر بخوام در اون ایمان و ایمانداری واقعی و مطلق بخوام زندگی بکنم، مسلما خیلی نوع زندگی من، نوع دید و رفتار من و همه چیز تغییر خواهد کرد. کاملا درسته، موافقم با خیلی قشنگ گفتی. مرسی سالی جان. حالا من مطمئن هستم که خیلی از عزیزان هم در این مورد، من دارم میگیرم سوالات رو، من میخواستم الان سوالی رو بپرسم ولی اتفاقا یکی از عزیزان این سوال رو پرسیدن، فقط ترجیح میدم که از زبان این عزیز باشه، چون مطمئنن بیننده های دیگه هم شاید این سوال براشون باشه در رابطه با مسئله ایمان. پس فکر میکنم که اگر صحبت خاصی نیست در این قسمت از برنامه، خواهر لوز جان بریم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برگردیم با عزیزان و سوالاتی که مطرح کردن. در خدمتتون هستیم، با ما باشید. دوستان عزیز هستیم در خدمتتون با ادامه برنامه علامت سوال. نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید، همونطور که دیدید در رابطه با ایمان نداشتن یا در واقع بی ایمانی و عواقب اون صحبت ها شد و خوشحال میشیم که از شما عزیزان هم بشنویم. اگر در این مورد همچنان سوالی دارید، صحبتی دارید، نظری دارید بفرستید، و یا اینکه در رابطه با هر موضوع دیگه اگر صحبتی و یا سوالی هست حتما برای ما بفرستید. دوستان فراموش نکنید درخواست دعا، اگر درخواست دعا دارید برای خودتون، دوستانتون، اطرافیان و خانواده عزیزتون حتما بفرستید. همیشه برنامه علامت سوال در آخر برنامه دقایقی رو مختص به دعا برای دوستانی که درخواست هاشون رو فرستادن قرار دادیم و
با کارشناس عزیز برنامه برای عزیزان در دعا خواهیم بود. پس فراموش نکنید درخواست هاتون رو بفرستید. خب خاله لوئیز عزیز، بریم سراغ مطالب و صحبت هایی که عزیزان کردن. امانوئیل عزیز گفتن که با عرض ادب و احترام به تمامی مهمانان برنامه و همچنین مجری و تشکر کردن از برنامه، گفتن به نظر بنده ایمان داشتن به خدا و با او قدم زدن در طول زندگی صد البته هم تأثیر در زندگی دنیوی داره بدون شک و هم اخروی. اگر این طور نبود که نداشتن ایمان به خدای قادر مطلق تأثیر در زندگی دنیایی نداشته باشد که میبایست آدم و حوا از باغ عدن و حضور در کنار خدا رانده نمیشدن و با یک ابراز تأسف و طلب عفو از قادر مطلق همه چیز به خیر و نیکی تموم می شد و حالا هم ما انسان ها در این دنیای پرتلاطم نبودیم. مثلی هم در این باره میگه دنیا دار مکافات هست، هرچی که بکاری همون رو درو می کنی، هم در این دنیا نتیجهش رو می بینیم و هم در آخرت لاغیر. و این در واقع نظر امانوئیل عزیز بود در رابطه با بی ایمانی، که نظرشون این هست که بی ایمانی نه تنها در آخرت، در دنیا هم تأثیر خودش رو داره. نظر شما چی هست خاله لوئیز؟ کاملا موافقم با ایشون. واقعیت همینه که هرچی که داریم میکشیم روی بی ایمانی داریم میکشیم. اگه بلای چیزی الان هممون در دنیا درگیر هستیم به خاطر اینه. در درجه اول ایمان برای طول زندگی ما بر روی زمینه که ابدیت ما رو مشخص میکنه. چطوری با این ایمان ما برخورد میکنیم، با حقایق کلام خدا برخورد میکنیم یا ردش میکنیم یا میپذیریم، در واقع اون ابدیت ما رو مشخص میکنه. سرنوشت ساز هست این مسئله و کاملا ایشون درست میگن این مسئله رو. بله. شراره عزیز اول گفتن کاش که هر روز 24 ساعته برنامه داشتین، خداوند داره با من حرف میزنه با این موضوع. واقعا خدا رو شکر شراره جان، واقعا خوشحال هستیم از این که پیغام رو شما گرفتید و هدف برنامه این هست. حتی اگر یک نفر الان احتیاج داشته باشه به این صحبت ها، واقعا برکتی هست و خدا رو شکر برای این موضوع. متاسف هستیم که 24 ساعت نمیتونیم، چون ما هم انسانیم، راحت نیست، ولی واقعا ممنون از اینکه بیننده برنامه هستید و ممنون از تشویقتون. اما سوالی هم پرسیدن خاله لوئیز جان، گفتن که آیا میشه که دعا کرد که خداوند به همون ایمان رو هدیه بده و از آسمان به سرمون بریزه، دیگه هی تو ایمانمون بالا و پایین نریم؟ در واقع بی ایمانی باعث باخت مالی ما هم میشه. پس با گفته این خانم من شکاکم، شک دارم گاهی اوقات باید چی کار کنیم از بین بره. آخه منطقی نیست کسانی که در خانواده های غیر مذهبی بزرگ شدن که نمیتونن فوراً ایماندار بشن تا معجزات رو دریافت کنن، و این عدالت نیست. فکر میکنم که در واقع شراره عزیز بیشتر در رابطه با همین موضوع هست که اول اینکه آیا میشه درخواست کنیم که خداوند، حالا یا دعا کنیم که خداوند به صورت هدیه‌ای باشه در واقع، یا عطیه‌ای باشه که به ما بده، و در رابطه با مسئله معجزه هست که پرسیدن، گفتن که بدون معجزه، فکر میکنم شراره جان قبلا هم این سوال رو پرسیدن، بدون معجزه چطور میشه ایماندار شد؟ اولا که ایمان، ما یه ایمان شخصی داریم، یکی هست ایمان که به عنوان عطیه شما اسم بردید، به عنوان هدیه، که در هر دو اینها در واقع ایمانی که در ما داره عمل میکنه ایمانی هست که از طرف خدا به ما داده میشه. یکی هست برای بنای شخصیه، یکی هست برای بنای کلیسا هست.
وقتی که عطای ایمان رو به عنوان عطا نگاه میکنیم، این جزء خدمت یا هدیه‌ای هست که خدا به کلیسا، به اعضا میده که در حیطه ایمان در واقع بتونن معجزات انجام بدن. یعنی خدا از این طریق بتونه معجزات انجام بده یا کارهای دیگه، حالا به ایمان، حالا لزوماً فقط معجزه نباشه. دیگه این که کلام خدا میگه ایمان از شنیدنه. ما به هر حال در مقطعی از زندگی ما با این مسئله، با این تصمیم روبرو میشیم که ایمان بیاریم یا نیاریم. درسته؟ وقتی که ما با پیام خدا، حالا از طریق افراد، اولا که به شرار جان عزیز بگم که هیچ وقت خدا نمیاد مثل سنگ بندازه اینو تو سر ما. اولا ایمان از دله، این در دل هست که این قضیه اتفاق میفته و بعد تمامیت وجود ما رو برای تصمیم گیری میگیره. ایمان از دل شروع میشه. پس بنابراین اینطور نیست که بندازه تو سر ما، اینجوری باشه پس از مغز داریم تصمیم میگیریم. نه، همچین چیزی نیست. ایمان از دل شروع میشه و باعث نجات میشه و وقتی که هرچه بیشتر در این ایمان ما رشد میکنیم، روح القدس وقتی که وارد ما میشه، به پری روح القدس، عطای ایمان هم در بعضیا دیده میشه. کلام خدا میگه که روح القدس خودش به تشخیص روح القدس هست که به هر کسی میگه بر حسب توانایی او به او میده. پس ما یه ایمان هست که برای زندگی شخصی خودمونه، برای نجات ما لازم هست که همکاری ما و خدا. ببینید خدا مرتب حرف میزنه، یه جایی هست ما دوزاریمون میفته و میگیریم پیام رو، اونجاست که همکاری من و شما با خدا در واقع تبدیل به این میشه که ما عملی به عنوان توبه انجام میدیم و ایمان میاریم، میپذیریم و وارد خانواده الهی میشیم. ایمان شخصی با ایمانی که به عنوان عطا داره عمل میکنه، این دوتا دست به دست هم میدن. ایمان خاص شخص ایماندار هست، خدا به کسی که ایمان میاره عطای ایمان رو میده. ایمان مال انسان هاست به قول معروف و این در دسترس همه هست، هیچ جا خدا چیز رو استثناء نذاشته. اولا به قومیت نیست، به اجداد نیست، به نژاد و نمیدونم به هیچ چی نیست، به سن و سال نیست. ایمان یک هدیه‌ایه که خدا به همه بدون استثناء داده. حالا یکی زودتر این پیام رو میگیره، یکی دیرتر میگیره. مهم اینه که وقتی پیام رو گرفتیم در رابطه با این پیام چی جواب میدیم. بذارید این آیه رو بگم، در مکاشفه این رو میگه، میگه بر در قلبتون ایستادم میکوبم، اگه در رو باز بکنید وارد میشم با شما شام میخورم. ایمان اینطوری عمل میکنه، میکوبه، میکوبه. وقتی ما جواب مثبت میدیم، و اینم بگم فقط یه بار، دو بار، سه بار در زندگی ما در نمیکوبه. خدا خدای فرصت هاست، در هر مقطع از زندگی ما، شایدم اگه بگم هر روز اغراق نکردم، خدا این در رو اینقدر میکوبه که من و شما یا جواب آره بهش بدیم یا نه. تا زمانی که جواب ندادیم کماکان این در رو میکوبه تا یه جایی ما به این نقطه برسیم که جواب آره یا نه بدیم. اون وقتی که جواب آره میدیم میگه میام با تو شام میخورم. یعنی یک زندگی روزانه ایمان رو شروع میکنیم، در ایمان، از ایمان به ایمان هر روز منتقل میشه. این میشه رشد، این میشه اون تولد تازه که اینا رونده. ما با نجات فوراً وقتی که جواب آره میدیم، در واقع به اون ایمانی که اینجا گنجینه ایمانی رو که خدا در دل هر کسی گذاشته، وقتی که ما اون در مقابل کوبیدن این در، اون فرصتی که خدا برای ما فراهم کرده، یه جا اونجا ما میگیم دوزاریمون افتاد، ما گرفتیم، فهمیدیم، جواب آره دادیم، ما از ایمان به ایمان منتقل میشیم و چه بسا خدا عطای ایمان رو هم بر اساس تشخیص خودش برداره بده. پس با همونطور که گفتم دو جور هست، ولی اینطور نیست. این تحمیل، اگر ما بگیم خدا ایمان رو همینجوری بندازه از بالا تو سر همه و
همه ایماندار باشن. نه، لازمه محبت اینه که حق انتخاب بده. خدا خدای محبته و خدا حق انتخاب میده. ایمان من و شما در واقع حق انتخابیه که ما داریم و این رو، این حق انتخاب رو استفاده کردیم ازش برای جواب آره یا نه. خدا اگر حق انتخاب رو از ما بگیره، اون وقت دیگه خدای محبت نیست، خدای ظالم، خدای نه ظالم، جبار میشه، خدایی میشه که به زور در واقع تحمیل میکنه و این در شخصیت خدا نیست. درسته، همینطور. خیلی ممنون، مرسی خواهر لوئیز جان. سوال دیگه ای پرسیده شده از طریق شاهرخ عزیز، ضمن عرض سلام گفتن که به نظر شما پیروزی حاصل از ایمان قوی چیست؟ آیا پیروزی رسیدن به تحصیلات بالا یا ثروت یا شهرت و یا به مقام بالاست، یا اینکه پیروزی حاصل از ایمان در معنویات رشد کردن هست و با روح زندگی کردن؟ بذارید یه چیز رو بگم. اولا ایمان موفقیت‌های مالی و اینا نیست، اما پشبندش اگر در ایمان هستیم، این احتمالم هست که دانشمند باشیم، نوآوری‌هایی داشته باشیم. خداست استعداد میده. اگر استعدادهامون رو در ایمان به حضور خدا بذاریم، خدا اون رو برکت میده. خب این از این. و این که به نظر که میگم پیروزی حاصل از ایمان قوی چیه، ما در مکاشفه یه قسمت هست میگه اسم آنانی که در دفتر حیات نوشته شده، نمیگه دفتر اعمال، میگه دفتر حیات. و حقیقتاً بالاترین چیزی که ما میتونیم به عنوان پیروزی از ایمان قوی به دست بیاریم اینه که اسم ما در اون دفتر حیات نوشته شده باشه. برای اینکه این زندگی که بر روی زمین داریم یک زندگی کوتاهیه در مقایسه با اون ابدیتی که خدا فراهم کرده، این شاید یه نقطه هم نباشه. واقعیت اینه در ابدیت وقتی که در اون حیات ابدی قرار میگیریم، همه چیز مبارکه، همه چیز پرجلاله و حقیقتاً رویارویی مستقیم با خدا هست، روی خدا دیده میشه و اون چیزهایی که به اصطلاح خدا از ما انتظار داره بر زمین انجام بدیم یا در اون راستا، در راستای ایمان با دل خدا همسو بشیم، این خودش تضمین کننده ابدیتی هست که به سلام مشخص میکنیم. قابل توجه اینو بگم به شاهرخ عزیز که ما افرادی رو داریم که به اصطلاح دانشمند دانشمندان، نمیدونم محققن، پروفسورن، زندگی دارن، میلیونر هستن، همه اینها ما هم بی ایمانشو داریم، هم ایماندارشو داریم، هر دو جا دوتاشو داریم. و اون کسی که ایمانداره و در همه اینها موفقه، به اصطلاح بالا هست، حقیقتاً از جان و دل چیز رو انجام میده. اون کسی که در بی ایمانیه، این براش میشه یه وظیفه، یه کار روزانه، شغل. اینه. ولی این که ما ایمان بیاریم، ثروتمند بشیم، موفق بشیم، نه، لزوماً این رو، یعنی یه جورایی بدبستونه معامله در واقع به نظر میاد، انگاری من اینو به خدا بدم خدا اینو به من بده. نه، خدا هیچی به ما بده کار نیست. چون خدای برکته، چون خدای محبته، از روی سخاوت خودش یه چیزایی رو میده، خدا رو شکر برای این. ولی اگر هم نداد، همین که ما رو نجات داد، همین که ما رو وارد خانواده الهی کرد، فلامونو بندازیم عقب. همینطور. خیلی ممنون، مرسی خواهر لوئیز جان و ممنون و تشکر از شما عزیزان. استراحت کوتاه داشته باشیم، با هم موزیک ویدیو ببینیم بشنویم و برمیگردیم همراه با سوالات شما. با ما باشید. خداوند ما، عیسی مسیح، کیست پادشاه ما، عیسی مسیح، رهاننده ما، عیسی
ما، کیست نور این عالم، کیست کاهن اعظم، خورشید عدالت، نهایت و غایت، عیسی مسیح اکنون میان ماست، خداوند و سلطان و شاه ماست، عیسی مسیح اکنون میان ماست، او سرور و رهبر و شاه ماست، کیست در دلهای ما، کیست آرامی ما، ساکن در قلب ما، راه او راه ما، کیست او که باز آید می آید، ما را با خود برد به آغوش پدر عیسی مسیح. عیسی مسیح اکنون میان ماست، خداوند و سلطان و شاه ماست، عیسی مسیح اکنون میان ماست، دوست دار و رهبر و شاه شاه ماست، عیسی مسیح اکنون میان ماست، خداوند و سلطان و شاه ماست، عیسی مسیح اکنون میان ماست، او سرور و رهبر و شاه ماست، او سرور و رهبر و شاه ماست، او سرور و رهبر و شاه بله دوستان عزیز، موزیک ویدیو بسیار زیبا و شادی رو شنیدیم از جیلبرت عزیز. امیدوارم که شما عزیزان هم لذت برده باشید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه علامت سوال و سوالات شما عزیزان. فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو بفرستید. بعد نگید که چرا نگفتی، من دارم از اول برنامه میگم. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. خب خلویز عزیز، آلوش عزیز گفتن که درود، عیسی مسیح خداوند میفرماید کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانی. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 44. این در واقع آیه هست که آلوش عزیز با ما در میون گذاشتن. نمیدونم میخواین در این باره صحبتی کنید؟ اگر فقط خود آیه هست نمیدونم آیا چیزی باید بگیم در این مورد. من فکر میکنم بیشتر دوست داشتن که با ما در واقع در میون بذارن این آیه رو و برکت بدن به ما هم با خوندنش. اما اگر شما هم میخواید در رابطه با این موضوع یا آیه در واقع حالا موضوعی رو مطرح کنید میشنویم، اگر هم که نه من میتونم برم سراغ سوالات دیگه. بله فقط این رو اضافه بکنم، همونطور که قبل از این میان برنامه من اشاره کردم، گفتم یک همکاری بین ما و خداوند هستش. اینجا که میگه کسی نمیتونه نزد من بیاد مگر اون که پدری که من رو فرستاد او رو جذب کنه، منظور این که روح القدس اون رو لمس کنه. من همونطور که گفتم اینقدر این در رو میکوبه تا ما جواب مثبت بدیم، و وقتی جواب مثبت دادی میگه در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. اگه دقت بکنید ما اونجا در مورد یعنی متنی که داره صحبت میکنه میگه بی ایمانی یهودیان، اینجا داره در واقع با این حرف
چیزی رو، چون اینها ایراد گرفتن، چون که گفت اراده فرستنده من اینه که هر که پسر را دید بدون ایمان آورد. داره در واقع یه جوری هم توبیخ میکنه این یهودیان رو، هم به اینها داره میگه که از طریق منه، میگه و خدا جهان را انقدر محبت نبود که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر که به او ایمان بیارد نجات پیدا کند. در واقع این داره توضیح میده به اینها در مورد مسیح بودن خودش، اون مسیح موعود بودن خودش، و همینطور این که میگه من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. منظورش هم همین اینه که ما در قیامت عیسی مسیح هم با او شریک هستیم. بله درسته. و آیا خدا در واقع الوهیت خودش رو داره مطرح میکنه؟ خداست که انسان رو قیام میده، شخص که خودش رو قیام نمیتونه بده. در واقع اشاره به الوهیت خودش داره میکنه و به جمعی داره میگه که یهودی هستن. آمین. خیلی ممنون، مرسی خالوز جان. سوالی پرسیده شده از طرف آقای وحید که ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه، گفتن که میدانیم که ایمان داشتن ایمانداران سلسله مراتب دارد و همانطوری که ایمان به اندازه دانه خردل موجود میباشد، به همین ترتیب ایمان به اندازه بزرگتر هم میتواند باشد در مقایسه با دانه خردل، هم میتواند رشد و جلال یابد. سوال اینه که بر اساس دیدگاه کتاب مقدس، آیا اندازه ایمان در طول زندگی میتواند وعده های خدا را برای یک ایماندار جلو و یا عقب ببرد؟ یعنی اینکه مثلا خداوند برای یک ایماندار وعده‌ای مثلا قرار داده در 60 سالگی به او بدهد، ولی این ایماندار آنقدر در ایمانش رشد کند که خداوند آن وعده را در 50 سالگی به او عطا کند، و یا برعکس. آیا این دیدگاه کتاب مقدسی است؟ اگر درست متوجه سوال ایشون شده باشم، اولا که ایمان داشتن سلسله مراتب نیست، این یک رونده، یک شروعی رو برای رشد در واقع انجام میده. رشد سلسله مراتب نیست، رشد یک رونده، مراحلیه که از تخم به درخت تبدیل میشه. در واقع بذارید اینطور بگم، دیدی که خدا میبینه و ما میبینیم اینه، ما تخم رو میبینیم، خدا اون درختی که تو اون تخم وجود داره میبینه. خب دید ما و دید خدا یکی نیست. سایز ایمان مسئله نیست، ما بگیم اینجا من کم ایمان داشتم، اونجا زیاد ایمان داشتم. ببینید مسئله ایمان و بی ایمانی هست. اونجایی که پدر این بچه داد میزنه میگه بی ایمانی منو مدد کن یا کم ایمانی منو مدد کن، در واقع نمیخواد بگه که این وسط من الان به اندازه یه دونه خردله. و شما ببینید اگر میگه به اندازه دونه خردل ایمان داشته باشید میتونید کوها جا به جا کنی. خب البته این یک چیز تمثیلیه، ولی میخواد اینو بگه سایز ایمان مهم نیست، موجودیت ایمان مهمه. ایمان وجود داشته باشه، کلام خدا میگه برای ایماندار همه چیز ممکن هست. این از این. و این که بر اساس دیدگاه کتاب مقدس اندازه ایمان ما بتونه تاریخی رو که خدا قرار داده جلو عقب بکشه، من یه خورده خوب متوجه این چیز نمیشم. وعده ای رو که در 60 سالگی خدا به یکی بده مثلا بیاره 50، من این رو اولا خوب متوجه نمیشم، ولی این رو میتونم بگم وقتی خدا وعده ای رو میده و در زمان معینی این رو قرار انجام بده، خدا میگه که در وعده های خدا برگشت نیست، یا خدا نمیده و پس نمیگیره وعده های خدا رو. در زمان مناسب خودش وعده خدا انجام میشه. اگر درست فهمیده باشم این سوال رو. سوالی که وحید عزیز پرسیدن بیشتر بر این اساس هست که میگن که شاید آیا این امکانش هست که مثلا شخصی برنابه مثلا باید به یک درجه از ایمان برسه که خداوند بهش حالا یک چیزی رو عطا کنه، و اگر قرار بوده که مثلا در 60 سالگی به این درجه از ایمان برسه ولی حالا سریعتر رشد کرده در ایمان و در 50 سالگی به اون درجه رسیده، آیا امکانش هست که اون چیزی رو که خدا حالا خداوند قرار بوده بهش عطا کنه رو زودتر بهش بده به خاطر که در ایمانش رشد سریعتری داشته؟ طول ایمان
اونقدر مهم نیست. ببینید اگر خدا در تمام طول زندگیتون درتون رو زده، شما تو 60 سالگی در رو باز کردید و بهش جواب مثبت دادید، هر وعده‌ای که خدا میخواسته برای شما جلوتر انجام بده بعد 60 سالگیتون انجام خواهد داد. یعنی جلو عقب نمی کنه. خدا اون وعده رو، اون گنجینه رو داره برای شما. هر وقت شما جواب دادید اینو نمیاد بر اساس سنتون کم و زیادش کنه. این کارو نمیکنه. خدا به هر وعده‌ای که به هر انسانی میده وفاداره. اتفاقا وفادارترین کسی که اگر دور و بر خودمون پیدا کنیم که هر حرفی میزنه حتما انجام میده، خود خدا هستش. از این نظر، و اینم بگم که ایمان به تقلا نیست. ما با عمل و با چی میگن تقلا و یک سری انجام مراسم یا اعمالی ما به ایمان کم یا به ایمان زیاد نمیرسیم. یک رشدی هست، ما در یک نقطه ایمان میاریم، وارد یک مرحله رشد میشیم، هرچه میگذره ما در ایمان بالغ میشیم، به اون بلوغ روحانی میرسیم، درک و فهم ما نسبت به مسائل بالا پایین میشه به قول معروف بنا به آنچه که میگیریم. اما اینکه یک وعده رو خدا داده، حالا من مثلا اینجا ایمانم کمه، الان این وعده رو نگه داره برای زمانی که ایمانم بیشتر بشه، نه، اینطور نیست. خدا هر چی وعده داده، هر زمان ما ایمان آوردیم این وعده رو جاری میکنه برای ما. بله، درست. بسیار عالی، خیلی ممنون خاله لوئیس جان. رضای عزیز هم اتفاقا موضوعی رو مطرح کردن که تا حدودی هم بهش اشاره کردید، ولی اگر در این مورد میخواین توضیح بیشتری بدید، گفتن که چرا گفته اندازه خردل، مگر ایمان اندازه داره؟ دقیقاً، اتفاقا بسیار نکته جالبی رو اشاره کردید و همونطور که گفتم یه تأییدی هست بر این. وقتی میگه دانه خردل، دانه خردل اون نوعی که هزار یهودی عیسی میتونستن بفهمن، مثل یک گرده، یعنی خیلی کوچیکه. و این دانه ها، الان شما حالا خردل رو مثال آورده چون چیزی بوده که مردم میتونستن راحت ببینن ده. اونجا دور و بر شما هر دانه درختایی که گنده هستن، شما اون سایز درخت گنده رو با دونش حساب بکنی، این دونه در مقابل اون درخت زمین تا آسمون فرق از نظر سایز. دقیقاً داره این رو میگه. میگه حتی اگر شما کوچکترین ذره ایمان هم داشته باشید، امکان داره که به اصطلاح غیر ممکن ها برای شما ممکن بشه. در ایمان همه چیز ممکن هست. و این اندازه رو که آورده به زبان انسانی داره صحبت میکنه و داره به هزار اونجا میفهمونه که سایز ایمان مهم نیست، کیفیت ایمان مهمه. آن قوت و پتانسیلی که در اون دانه وجود داره قابلیت رشد درخت رو داره. اون قابلیتی که تو اون دونه هست اونه که ملاک هستش، نه سایزی که در اون به اصطلاح خود دونه هستش. بله، خیلی ممنون، مرسی خواهر لوئیس. نازی عزیز هم گفتن که ضمن عرض سلام و قدردانی از برنامه، گفتن که در مورد موضوع ایمان خواستم بگم که من در ایمانم به خداوند عیسی مسیح و کارهای عظیم او حتی به اندازه دانه خردل هم شک ندارم، ولی بیشتر وقتا نگران خانواده و اطرافیانم هستم. در مورد گناهان اونها و خودم دعا میکنم در خداوند همه پاک زندگی کنیم، و همچنین گاهی نگران و غمگین میشم در مورد اتفاقاتی که برام میفته، به صورتی که تمام روزم بی‌حوصله میشم و برای خدا وقت نمیذارم. آیا این هم نشانه ای از بی ایمانی است؟ اولا که نازی عزیز بگم، در مقابل مسائلی که دورور ما اتفاق میفته، خب ما همه به شکل طبیعی یک عکس‌العمل‌های نشون میدیم. مهم نیست که اون لحظه، ببینید من اینو نمیگم که ما مثل سنگ باشیم هیچ عکس‌العمل نداشته باشیم، این ایمان نیست. ایمان وقتی که میبینه یک واقعی اتفاق افتاد، عکس‌العملی که نشون میده اون مسئله هستش. ببینید به شکل طبیعی من و شما بله از خبرهای بد نگران میشیم، از مریضی نگران میشیم، مسائل دور و بر ما اتفاق میفته، شاهد هستیم، رو ما خودمون این رو تجربه میکنیم.
تا حدی اینها طبیعیه، اما همونطور که گفتم اگر درش ساکن باشیم و این به میزان طولانی ما این رو پرورش بدیم در خودمون و نریم به حضور خدا، آره این خطر هست. مثل ایشون که میگن که مثلا یه وقت میشه تمام روز تو این چیزا حوصله نداری، چون این زمینه رو باز میکنه که اون خبر ریشه بندازه در ما، یا اون واقعه یا اون نگرانی ریشه بندازه. وقتی ریشه میندازه درخت تنومند میشه، سخت آزاد شدن. هر چه زودتر وقتی که این مسائل اتفاق میفته فوکوس کنیم خودمون رو روی این که بابا ما تنها نیستیم، ما یه خدایی داریم که از چشمان او مخفی نیستیم، چیزی که اول برنامه گفتم، خدا داره میبینه. به جای اینکه اینطوری نگاه بکنیم و غم رو بگیریم جلوی خودمون مثل یه بسته‌بندی یه چیزی اینطوری و هی اشک بریزیم روی این، خدا میگه سرتو، میگه چشمان خود را به سوی کوها برمی‌افرازم که اعانت من از جانب تو میآید. ما کمک ما از جانب خدا میاد. زیبایی ایمان اینجاست، وقتی که در این جور شرایط میافتیم، حالا چه بر ما چه دور و بر ما، ما چطور اون لحظه چشم ما کجاست؟ چشم ما به سوی کامل کننده ایمان ما هست، به سوی آسمان هست، خدا رو به قول معروف میطلبیم در این مورد که بیاد کمکمون بکنه، یا سعی میکنیم با تلاش انسانی خودمون به عنوان مادر، به عنوان همسر، به عنوان کسی در خانواده، خود به خود یکی مریض میشه، نگران میشیم، چیز میشیم. ولی اینها باید زودگذر باشه که ما بتونیم در واقع از این چیز، یعنی زیاد ساکن نشیم، این ریشه نندازه در ما، این مسئله رو ببریم به حضور خدا. پتروس تو رساله خود چی میگه؟ میگه که این بار و این چیزای خودتون رو بدید به خداوند، بندازیم به دوش عیسی. وقتی که تنهایی اینها رو حمل میکنیم، بعدیش اینه که به خودمون داریم اتکا میکنیم، در حالی که کلام خدا تو یوحنا 15 میگه که جدا از تو هیچی نمیتونیم بکنیم. پس داریم وقت تلف میکنیم و کاری رو که میشه زودتر از خدا بگیریم به قول معروف ببریمش به حضور خدا، داریم اینو تعویق میندازیم و یه جورایی هم یه اهانت انگار باشه، یعنی من از پس همه کارهای خودم برمیام، شما احتیاج نیست دخالت کنی، سب کن اونجا هر وقت ازت خواستم. اینجا یه تأخیر هست، چه بهتر که زودتر بریم به حضورش، نگرانی های خودمون و تشویش های خودمون رو بدیم به خداوندی که خدای آرامی هست، خدای اطمینان هست، خدای چی میگن محبت هست، از همه نظر میتونه ما رو در آغوش بگیره. این آغوش خدا برای ما خود به خود یک تمرکز میاره، این فکر که ما تنها نیستیم چقدر چیز خوبیه. چرا باید تنهایی؟ وقتی میتونیم خدا کمک بگیریم چرا تنهایی بخوایم با تلاش خودمون باشه؟ ناامید نشید نازی عزیز، تا حدی اینها طبیعیه. اگر برنامه های منو در چیزهای قبل نگاه کرده باشید گفتم در هر چیزی ما بیشتر از 4 روز، بین 4 تا 7 روز متمرکز بشیم، این حافظه تشکیل میدیم مشکل میشه. قبل از اینکه حافظه‌ای در مورد چیزی و خصوص نگرانی ها وقایع، قبل از اینکه حافظه ای تشکیل داده بشه، بهتره بریم به حضور خدا و تأخیر نندازیم در رفتن به حضور خدا و دریافت کمک ازش. و ایمان ما رو اینطوری که مسیح به شاگردان گفت، یادتونه گفتم فراموش نکن، فراموش کردن شاگردان که به اینا قوت و قدرت داد. خب خدا به من و شما هم این اقتدار رو داده، چرا فراموش کنیم؟ چرا در آگاهی برای این مسئله دست به دست با او؟ کلام خدا میگه 2 از 1 بهتره. من و شما تنهایی خیلی چیزها رو نمیتونیم انجام بدیم، ولی با خدا میتونیم بر خیلی چیزها به قول معروف پیروز باشیم. آمین، همینطوره واقعا. از دل عزیز هم پرسیدن، ضمن عرض سلام گفتن که آیا کتابی رو در ارتباط با ایمان میتونید معرفی کنید؟ گفتن من هر شب کتاب مقدس رو میخونم اما خوابهای وحشتناکی میبینم، نمیدونم چرا. اسم ایشون رو میتونید دوست عزیز ما با نام کاربری از دل، از دل. اوکی. اولا که به این بیننده عزیز بگم که من برای شما حتما آخر برنامه براتون در دعا خواهم بود برای کابوساتون.
و برای این مسئله که شما در شب که بیدفاع هستید، چون تو روز خب با آگاهی هستیم، در شب بیدفاعیم ما، و شبا دست بذارید رو سرتون، دعا بکنید برای افکارتون، برای خوابتون. ما هم برای شما برای این مسئله دعا خواهیم کرد. اما در مورد مسئله کتاب‌های ایمان، من نمیدونم منابع فارسی تا چقدر، ولی میدونم هست انتشارات ایلام و همینطور سازمان پارس، اینها کتاب‌هایی دارن در این مورد، و اگه اشتباه نکنم انجمن کتب مقدس ایران، وبسایت اینها، کتاب‌هایی هست در رابطه با ایمان. اما بهترین منبع چیز، شما رساله عبرانیان رو بخونید، من به شما قول میدم از نظر ایمان اصلا زمین تا آسمون فرق خواهید کرد. و تفسیر کتاب عبرانیان تا اونجا که میدونم نیست به فارسی، ولی تفسیر این کتاب اگر دسترسی دارید، اگر زبان انگلیسی میدونید خب چه بهتر. ولی به سازمان کورپو هم شما میتونید، به سایت سازمان کورپو که توی اینستاگرام هست و همینطور فکر کنم در فیسبوک هم هست، به هر حال برید به چیز corpo.com، اگه درست گفته باشم corpo.com یا corpo.com هستش، corpo.com، شما برید به این منابع، اونجا زیاده از نظر منابع کتاب که شما میتونید مجانی دانلود بکنید، اصلا احتیاج ندارید حتی کتاب رو بخرید، شما میتونید، خیلی از این کتاب ها هست اونجا، شما میتونید دانلود بکنید، از جمله کتاب تفسیر کاربردی خود کتاب مقدس، که کتاب مقدس به اضافه اون یه سری تفاسیری که از خیلی از آیات شده که کمک بزرگی میکنه. و اول کتاب هم یه مقدار تاریخچه کتاب نوشته شده، تو پیشگفتار یه چیزایی هست، زمینه این اطلاعات کافی در مورد زمینه جغرافیایی، تاریخی، وضعیت فرهنگی، اینها رو به شما میده که در واقع با دید بهتری اون کتاب رو، با دید وسیع‌تری در واقع بخونید. اون تفسیر کاربردی به نظرم خیلی خیلی در این مورد کمک خواهد بود. ولی اگر کتاب‌های دیگه هم باشه، مطمئن هستم در سایت کورپو میتونید، مقالات بسیار زیادی تو سایت کورپو هست که با افتخار میگم شوهرم فریدون اغلب این مقالات رو نوشته، اغلبش رو ترجمه کرده، بسیار مقالات مهم و مفیدی هستش. به سایت کورپو برید میتونید، من مطمئن هستم میتونید منابع زیادی رو دانلود بکنید اونجا. خیلی ممنون، مرسی خاله لوئیس جان، و امیدوار هستم که از دل عزیز هم بتونن اون منابعی رو که میخوان رو پیدا کنن و ازشون برکت بگیرن. یک تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و برنامه رو ادامه میدیم. دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه هستیم، حدوداً 10 دقیقه تا آخر برنامه باقی مونده. همچنان اگر درخواست دعا دارید بفرستید، چون در حدوداً 4-5 دقیقه آینده برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود، و همچنان با شما عزیزان هستیم و سوالاتی که مطرح کردید. خواهر لوئیس، سوالی پرسیده شده، به دو تا سوال داریم که هر دو مربوط به خواب هست. من سوال بهروز عزیز رو اول که از هلند فرستادن، گفتن که میخونم براتون، که در خواب دیدن که یک پاکت در دست راست دارن که تمام نان بوده و یک پاکت در دست چپشون که پر از انگور و انجیر و زردالو بوده، که میخواستن اینها رو به یک نفر تحویل بدن. گفتن که دوست دارم بدونم که آیا این تعبیر خاصی داره. البته من به بهروز جان گفتم که خیلی ما در واقع کار تعبیر خواب انجام نمیدیم، ولی این قول رو بهشون دادم که بپرسم توی برنامه سوالشون رو. در رابطه با خواب بهروز عزیز شما نظری دارین خواهر لوئیس؟ البته خب خیلی از خواب ما، اولا موجوداتی هستیم بدون استثنا ما هر شب خواب میبینیم،
خواب دیدن یک امر طبیعی است و این امر حتی در بین حیوانات هم دیده شده و این رو مغز ما یعنی ثبت کرده این چیزها رو، خواب دیده میشه. اما هر خوابی اینو به جرات میتونم بگم از خدا نیست. خب ولی خیلی از یعنی هست خوابهایی هم که از خدا هستش. از جمله البته من زیاد تو تعبیر خواب و اینجور چیزا نیستم حقیقتش بخواید، ولی به همین سادگی که ایشون گفتن در دست راست نان در دست چپ انگور و زردالو اینا و گفتن که بدید، خب این به ظاهر یک برکتی هست که شما میتونید به هر کسی که تو خواب بهتون نشون داده شده از طریق شما یک برکتی به یه نفر دیگه برسه. این برداشت منه ده. ولی حقیقتش من نه مفسر خواب چی میگن تعبیر خواب بلدم نه چیز، ولی در هر دو دست چیزی که میبینم برکت هست درست. و از طریق شما به کسی برکت داده میشه. این میگم برداشت منه، ولی هستن بعضی از افراد که تعبیر خواب میکنن، من اینقدر به عقلم میرسه. خواهش میکنم، خیلی ممنون. مرسی خاله جان. بیننده عزیزی هم در همین مورد سوالی پرسیدن، گفتن که من یک اتفاقی واسم افتاده، خواستم به شما بگم که آیا ببینم این اتفاقی که برام افتاده واقعی است یا نه. گفتن که من به این دین علاقه دارم و حتی چند بار هم به کلیسا رفتم و دعا کردم و تا حدود یک سال بعد من داشتم انجیل میخوندم که ناگهان انگاری همه قسمت‌های انجیل رو متوجه میشدم. اصلا مثل این که من گفتن که خواب دیدن که توی خواب کنار تلویزیون نشستن. عذرخواهی میکنم چون من همون الان داره سوالات میاد و باید یه مقدار بعض وقتا جملات کامل نیست و باید من تشخیص بدم چی نوشته شده. گفتن که خواب دیدم در کنار خواب دیدم که کنار تلویزیون نشستم و دارم تلویزیون نگاه میکنم. ناگهان گوشیم زنگ میزنه و میگه که شما به مسیحیت پیوستید. من پشت تلفن همش متاسفانه انکار میکردم. گفتم که نه اصلا و ابدا، و از پشت تلفن بهم میگفتن تلویزیون رو روشن کن تا خودت ببینی. دقیقاً من تلویزیون رو روشن کردم و داشتن همه درباره من صحبت میکردن که مسیحی شدم. من خیلی تعجب کردم و از خواب بیدار شدم و گفتم مسیحی شدم، حتی اگر اشتباه نکنم عیسی مسیح رو دیدم، ولی نه خیلی خیلی چیز واضحی ندیدم. آیا واقعا خواب من صادقه بوده و میتونم صادقه بوده؟ خودم مسیحیت رو خیلی دوست دارم و میخوام که احکامش رو بدونم، باید چی کار کنم؟ خدا رو شکر برای واقعا صادق بودن ایشون و خیلی صادقانه با مطلب دارن برخورد میکنن. اولا همونطور که گفتم بازم من زیاد در مورد تعبیر خواب و اینجور چیزا زیاد شخص درستی نیستم در این مورد که بخواید جوست، ولی این برداشتی که من از این مسئله دارم بر اساس صحبتی که این بیننده عزیز کردم، مدت هاست که ایشون دارن در این مورد تحقیق میکنن یا اینکه فکر میکنن. بسیاری از خوابهای ما در طول روز ما هرچی به اون فکر میکنیم این در خواب دیده میشه، یا خیلی وقتا میگم حافظه تشکیل میدیم، چون بیشتر از یک سال ایشون در این مورد مطالعه کردن، حتی کلیسا رفتن، فکر کردن در این مورد. خوابی هم که دیدن در این راستا بوده، میگم این برداشت منه، من شاید شخص درستی در این مورد نباشم، ولی این که تو این تو خوابشون اینها ایشون انکار میکردن این قضیه رو که نه همچین چیزی نیست و گفتن که خب تلویزیون رو روشن بکنید، شاید چون در بیداریتون شما از طریق کانال‌های تلویزیونی به اصطلاح این سایت‌های مجازی شاید چیزای مسیحی رو جستجو میکنید، اینه که در خواب یا همچین چیزی رو دیدید. ولی ما اگر در خواب شما تصمیم گرفتید که مسیحی شدید و بیدارم شدید مسیحی شدید، خدا رو شما اون رو ایرادی نمیبینم، این دیگه تصمیم شخصی خودتونه، ولی آیا این خواب در مورد تصمیمتون سرنوشت ساز بوده، شما
بهترین کس هستی که در این مورد قضاوت بکنید. من نمیتونم در این مورد به شما بگم که این خواب در تصمیمتون موثر باشه یا نباشه. درسته، در واقع این که در بیداری ما باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. درسته. خیلی ممنونم، مرسی خواهر لوئیس جان. فرصت بیشتری نداریم برای مطرح کردن سوالات، بریم با هم تیزر دعا رو ببینیم، برمیگردیم و همراه با دعاهای شما عزیزان. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش میامر، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین. عزیزان، از شما هم دعوت میکنم که برای دوستانی که درخواستهای دعاشون رو فرستادن با هم متحدن در دعا باشیم. دانیال عزیز خواستن برای زندگی صدف، سحر و شراره دعا کنیم. هلیا، علی و بهار عزیز برای مهاجرتشون خواستن دعا بشه و همچنین آقای یان برای تومور مغزی که دارن خواستن دعا بشه. محمود عزیز برای آقای محمد که برای فروش زمین بابت عروسی و مسائل مالی و قوی شدن ایمان مرجان، ایمان و همچنین ایمان آوردن نامزدش حسین خواستن دعا بشه و همچنین طبق وعده‌ای که دادیم به از دل عزیز برای خوابهایی که شبها میبینن، خوابهای بدی که میبینن. برای این عزیزان خواهر لوئیس جان اگر در دعا باشین، یک دقیقه و نیم فرصت داریم برای عزیزان در دعا باشین. حتما حتما، دعای تلگرافی در واقع باید انجام بشه. او خداوند، تو رو شکر میکنیم. حقیقتاً چه جایی بهتر از حضور تو، چه جایی خداوند در بهتر از درگاه تو برای آوردن مسائلی که باهاش درگیر هستیم. خداوند، تو کلام تو میگه تو به محبان خودت خواب شیرین میبخشی. نه تنها برای از دل عزیز دعا میکنم، برای بینندگانی که خود اونها هم مشکل خواب دارن، حقیقتاً میخوام از همینجا خداوند روح قدوس تو این عزیزان رو در شب ملاقات بکنه و حقیقتاً در تفکرات شبشون تو وارد بشی و آنچه رو که به عنوان کابوس، به عنوان چیزای وحشتناک خداوند رو میبینن، دریچه‌شو در نام عیسی مسیح ببندی ای خداوند. و حقیقتاً دعا میکنم که این عزیزان شب تا صبح با تو، با محبت تو، با تفکرات تو خداوند دست و پنجه نرم بکنن. در این راستا برای تمام عزیزانی که لیست دعا دادن برای شفا، برای برکت مالی، برای فروش، برای نجات، خداوند این رو مثل سفره به حضور تو پهن میکنیم و میگیم خداوند این درخواست دعای ما هست. روح تو روی این درخواست دعا به حرکت در بیاد و حقیقتا عزیزان بیننده رو خداوند در اون درخواستای دعاشون الان تو ملاقات بکنی و حقیقتا این اطمینان رو به وجود این عزیزان بریزی که از چشمان تو مخفی نیستن. تو این عزیزان رو میبینی و تک تک این عزیزان برای تو مهم هستن. تو رو شکر میکنم ای خداوند که دعای ما رو میشنوی چنان که همیشه میشنوی و حقیقتا با اطمینان، با این اطمینان که تویی که گوش را آفریدی، تو میشنوی، تو دعاهای ما رو میشنوی ای خداوند و با اطمینان سپاسگزاری میکنیم. تو رو شکر میکنم در نام پسر یگانه ای تو این دعا رو میکنم. آمین آمین آمین. خیلی ممنونم، مرسی خواهر لوئیس جان از حضورتون در برنامه و امیدوارم که همیشه سالم باشید، سر حال باشید و تا دیدار آینده خدا نگهدارتون باشه. و ممنون و تشکر از شما عزیزان که تا آخر برنامه امشب هم با ما همراه بودید. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه 10:30 صبح به وقت ایران تماشا کنید. برنامه رو میتونید بر روی اینستاگرام علامت سوال و همچنین فیسبوک علامت سوال و
همچنین یوتیوب ساسن پارس تماشا کنید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. در طول هفته میتونید با ما در تماس باشین. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.